سرخط خبرها. مقررات سختگیرانه برای مقابله با گونه جدید ویروس کرونا در بریتانیا. برنامه زندگی 21 میلیون نفر در آستان کریسمس به هم ریخت. حذف دو پست مهم در دولت افغانستان به دستور اشرف غنی. ارگ ریاست جمهوری دلیل این تصمیم را اعلام نکرد. بررسی اصلاح قانون انتخابات در مجلس ایران. ثبت نام نظامیان برای نامزدی ریاست جمهوری بحث برانگیز شد. و ایتالیا به خاطر کرونا از کریسمس گذشت. سلام به شما، عصرتون بخیر. خوش اومدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی با من پریزاد نوبخت. انتشار گونه جدید از ویروس کرونا در بریتانیا باعث شده که دولت محدودیت‌های شدیدتری برای تعطیلات کریسمس و سال نو وضع کند. تصمیمی که بر زندگی بیش از 20 میلیون نفر در انگلستان و ویلز اثر می‌گذارد. به گفته وزیر بهداشت بریتانیا این گونه جدید باعث شده که میزان ابتلا به شکل غیر قابل کنترلی بالا برود، هرچند شواهدی در دست نیست که خطرناکتر از گونه‌های قبلی باشد یا واکسن کرونا بر آن بی اثر باشد. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. لندن، مرکز شهر. این موقع سال که می شود در خیابان‌های مرکزی جای سوزن انداختن نیست. تا همین دیشب همه به دنبال خرید کریسمس بودند که Given the early evidence we have. بر اساس اطلاعات اولیه‌ای که ما از نوع جدید ویروس و خطراتش به دست آوردیم، در کمال تأسف باید بگویم که نمی‌توانیم برنامه کریسمس را آنطوری که قبلاً پیش‌بینی کرده بودیم اجرا کنیم. در انگلستان افرادی که در سطح 4 هشدار زندگی می کنند در کریسمس نباید با افرادی خارج از خانواده خود رفت آمد کنند. هجوم مردم به ایستگاه‌های قطار پس از اعلام خبر محدودیت‌های جدید. دولت از نیمه شب برای جلوگیری از گسترش گونه جدید ویروس کرونا در بخش‌های بزرگی از جنوب شرقی انگلستان از جمله لندن محدودیت‌های تازه‌ای وضع کرده. حالا میلیون ها نفر امسال باید کریسمس را به شیوه دیگر برگزار کنند، بدون برگزاری میهمانی و دوره همی های معمول. گونه جدید ویروس کرونا به گفته محققان بریتانیایی سرعت انتقال بیشتری دارد و در 2 هفته گذشته باعث شده آمار مبتلایان افزایش قابل توجهی داشته باشد. در لندن حدود 1 ماه پیش 28% موارد ابتلا به کرونا ناشی از گونه جدید ویروس این بیماری بوده، اما حالا این رقم به بیش از 60% رسیده. ویروس به صورت دائم در حال جهش است، ولی این گونه جدید 32 بار تغییر کرده. بیشتر این تغییرات مربوط به پروتئینی است که ویروس آن را می‌سازد. این تغییرات به شکل غیرعادی زیاد است. اما سوال اصلی اینجاست که آیا این گونه جدید بیماری شدیدتری ایجاد می‌کند و آیا واکسن فعلی بر آن بی اثر است؟ شواهدی در دست نیست که نشان دهد گونه جدید ویروس کرونا نسبت به گونه قدیمی بیماری شدیدتری ایجاد می کند یا زمان بستری شدن بیمار را افزایش می دهد. تئوری هایی وجود دارد که به پاسخ سیستم ایمنی بدن به این گونه جدید شک کنیم، ولی تا به حال موردی مشاهده نشده که این مسئله را ثابت کند. در حال حاضر همه محققان بر این عقیده اند که واکسن می تواند بر این گونه جدید ویروس هم به اندازه کافی اثر کند، ولی ما باید این را هم بررسی کنیم و در نظر داشته باشیم. هنوز اطلاعات چندانی درباره گونه جدید ویروس کرونا منتشر نشده. سازمان بهداشت جهانی گفته که در این مورد با دولت بریتانیا در ارتباط نزدیک است، ولی هنوز درباره این گونه سوالات بی جواب بسیاری باقی است. کاوه مشکات، بی بی سی. از دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی، درباره مشخصات گونه جدید ویروس کرونا در بریتانیا پرسیدم. این نمونه برداری که انجام شد برای اولین بار و در ماه سپتامبر انجام شد، در واقع این گونه جدید رو دانشمندان تونستن بعد از چند هفته در ماه نوامبر با مطالعه ژنتیکی پی به در واقع جهش‌های ژنتیکی که این ویروس و این گونه خاص داره ببرن و به هر حال بعد از اون سعی کردن که بیشتر و بهتر
کنترل کنن نحوه انتشار و گسترش این ویروس رو، این گونه خاص ویروس کرونا رو در انگلستان که خب به هر حال اولین بار اینجا دیده شد. البته در چند کشور اروپایی مثل هلند و دانمارک و حتی یک نمونه در استرالیا هم این ویروس مشاهده شده و همونجور که گزارش شما توضیح میداد به خوبی، خب این جهش‌های ژنتیکی به طور مرتب و مکرر و به مقدار زیاد در این ویروس دیده شده و مشاهده میشه. در ژن‌های مختلفی که این ویروس داره جهش‌های ژنتیکی ایجاد میشه، گونه‌های بسیار متعددی شناخته شدن. ولی تحقیقاتی که در جنوب انگلستان انجام شد یا در دانشگاه ایمپریال کالج لندن نشون داد که علارغم اینکه محدودیت‌های رفت آمد و قرنطینه در واقع در بسیاری از مناطق انگلستان خصوصا در لندن و جنوب شرق انگلستان و ولز انجام می‌شد، این ویروس بیش از حد مورد انتظار گسترش پیدا کرد و این باعث نگرانی‌های در اصطلاح سیستم بهداشتی انگلستان شد. آقای دکتر اشاره کردید که این ویروس خب جهش ژنتیکی پیدا می‌کنه و این امر عادی و طبیعیه، ولی چه میشه که در یک منطقه خاص، مثلا الان شاهدش هستیم که در بریتانیا یک باره جهش ژنتیکی پیدا می‌کنه و این همه فراگیر میشه به طرزی که حتی کشورها دارن مرزهاشون رو روی بریتانیایی‌ها می‌بندن؟ خب ببینید، جهش‌های ژنتیکی کاملا به صورت تصادفی ایجاد میشن در ویروس‌ها. این جهش‌های ژنتیکی فقط هم مختص ویروس‌هایی که در انگلستان هستن نیست. گونه‌های بسیار متفاوت کرونا در کشورهای مختلف شناسایی شده، ولی مشکل اینجاست که این مورد خاص و این نوع خاص ویروس کووید 19 توانایی انتشار و گسترش بیشتری داره. در واقع به نوعی تکامل و جهش ژنتیکی به ویروس کمک کرده و کمک میکنه که ادامه بقا بده، همونجور که تکامل به ما این امکان رو داده که با جهش‌های ژنتیکی مثبت بتونیم در طول میلیون ها سال در کره زمین زندگی کنیم. خب ویروس ها، میکروب ها و همه جانوران و حالا در این زمینه ویروس ها هم در واقع این تکامل و این جهش هایی که بهشون کمک میکنه که بقای بهتر و بیشتری داشته باشن اتفاق میفته و این امر غیر عادی نیست. توضیحات دکتر مازیار اشرفیان بناب رو شنیدیم، متخصص ژنتیک پزشکی. رئیس جمهوری افغانستان دو دفتر مهم دولتی را منحل کرده. دفتر یوسف غضنفر که نماینده فوق‌العاده رئیس جمهوری در امور توسعه اقتصادی، تجاری و کاهش فقر بود و همینطور دفتر سیما سمر نماینده ویژه رئیس جمهوری و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل. دفتر آقای غضنفر 143 کارمند داشت و دفتر خانم سمر 17 کارمند. محمد یوسف غضنفر که به عنوان نفر سوم ارگ شناخته می‌شد، چند ماه پیش بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. خانم سمر در گفتگو با بی بی سی گفته که در زمینه عزلش با او مشورت نشده. دلیل انحلال این دو دفتر اعلام نشده. رضا فرزام، تحلیلگر مسائل اقتصادی افغانستان از کابل با ماست. آقای فرزام خوش آمدید به برنامه. این انحلال این دو دفتر چه دلایلی میتونه داشته باشه؟ دلیلی براش اعلام نشده؟ بسیار زیاد تشکر. من فکر میکنم که چنین نهادهایی که در درون ارگ ریاست جمهوری در جریان سالهای اخیر ساخته شده بیشتر نهادهای سیاسی بوده تا نهادهایی که مبتنی باشه بر محاسبات و به اصطلاح بر مساس نیازمندی هایی که افغانستان با او روبرو است. بنابراین در جریان سالهای اخیر رئیس جمهور افغانستان برای وابستگان سیاسی و برای کسانی که به لحاظ سیاسی در کنار رئیس جمهور بودند چنین بسایی را ایجاد میکردند. من فکر میکنم که یک از دلایل اساسی که فعلا چنین نهادهای از بیان برداشته میشه عدم ضرورت رئیس جمهور به چنین نهاد هاست، به دلیل از اینکه انتخابات رئیس جمهوری گذشته و رئیس جمهور هم اشرف غنی در واقع به عنوان رئیس جمهور افغانستان داره کار میکنه. بنابراین از بنیاد من فکر میکنم که بنیاد اساسی برای شکل گیری چنین نهادهایی در درون ارگ ریاست جمهوری بیشتر سیاسی بوده تا اینکه مبتنی باشه بر محاسبات و نیازمندی های واقعی افغانستان. اشاره کردین که دلایلش ممکنه سیاسی بوده باشه، ولی فکر میکنید تاثیر نبود این دوتا نهاد در کجاها در افغانستان احساس بشه؟ در مورد وزارت دولت در امور حقوق بشر من راستش چیز زیاد نمیفهمم، در حوزه تخصصی من هم نیست، ولی من فکر میکنم که
از میان برداشتن مشاوریت خاص در امور توسعه اقتصادی، امور تجاری و کاهش فقر تأثیر چندان روی وضعیت اقتصادی افغانستان نمیگذاره، به دلیل از این که متاسفانه شکلگیری چنین نهادهای موازی و تمرکز بیش از حد تصمیم گیری و قدرت در داخل ارگ ریاست جمهوری یک نوع نهادهایی را که از جایگاه حقوقی و قانونی در ساختار اداری افغانستان برخوردار است را به حاشیه بردن. مثلا در حوزه اقتصاد شما ببینین ما وزارت تجارت داریم که کار اساسی و بنیادیش در واقع تمرکز روی توسعه تجارت افغانستان است. وزارت اقتصاد داریم که در حوزه تصمیم گیری ها و برنامه ریزی اقتصادی کار میکنه. این رقمی نهادهای زیادی در درون ساختار اداری افغانستان وجود داره که مسئولیت توسعه اقتصادی، برنامه ریزی در راستای توسعه اقتصادی و نظارت از پالیسی های اقتصادی رو داره. بنابراین از میان برداشتن چنین نهادی در درون ریاست جمهوری من فکر نمی کنم که تأثیر چندان روی وضعیت بجا بگذاره، به دلیل از اینکه این نهادها صلاحیت هایشان به لحاظ قانونی مشخص نبوده و متاسفانه در خیلی از موارد ما متوجه شدیم که چنین نهادهای موازی که در درون ارگ ریاست جمهوری صورت میگیره از یک طرف نهادهای حقوقی و قانونی را تضعیف میکنه و از طرف دیگه دولت افغانستان با چالش هماهنگی بین نهادهای مختلفی که در یک راستا کار میکنن مواجه کرده. متشکرم. شما مثلا وقتی استراتژیک پلان از این نهادها رو ببینین در واقع تمام از اینا دارن عین کار رو انجام میدن. بنابراین من فکر میکنم که برداشته شدن چنین نهادی تأثیر چندان روی وضعیت واقعی اقتصاد افغانستان به جا نمیذاره. ممنونم از توضیحات شما رضا فرزان، تحلیلگر مسائل اقتصادی افغانستان. در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات پرداختند. طرحی که با وجود موافقت اکثر نمایندگان مخالفانی هم دارد، حتی در میان اعضای محافظه‌کار جناح حاکم بر مجلس. از جمله موارد بحث برانگیز ثبت نام نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری است. ریحانه مظاهری گزارش می‌دهد. داوطلبان ریاست جمهوری جهت اعراض شرایط اقتصادی رسیدگی به جزئیات طرح نمایندگان مجلس 11 ایران برای تغییر قانون انتخابات. طرحی که مبنای آن تعریف شرایط عمومی و اختصاصی افرادی است که می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند. در جلسه امروز مجلس برخی از شرایط کلی نامزدها تصویب شد. اعضای شورای عالی امنیت ملی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم می توانند به عنوان داوطلب ریاست جمهوری ثبت نام بکنند. یکی از اهداف این طرح محدود کردن کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری بوده، برای جلوگیری از حاشیه هایی که هر سال با حضور تعداد زیادی از ثبت نام کنندگان در انتخابات ایجاد می شود. اما این محدودیت ها انقدر زیاد بود که صدای بسیاری از مخالفان اصولگرای مجلس را هم درآورده. در شورای عالی امنیت ملی گفتیم فقط دبیر می تونه این کار رو بکنه، یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط دبیر میتونه این ورود رو داشته باشه. اصلاح بکنیم و بگیم اعضای شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام همشون این توانمندی رو دارن که در این انتخاب شرکت بکنن. شاید پرحاشیه ترین بحث این طرح تعریف اصطلاح رجل سیاسی باشد. بر اساس این طرح رؤسای جمهور سابق، وزرا، معاونان آنها، افرادی که حداقل دو دوره نماینده مجلس بودند، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند از رجال سیاسی محسوب می شوند. اما هنوز روشن نیست که آیا این شامل زنان هم می شود یا نه. از نکات بحث برانگیز این طرح مسئله امکان حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری است. بر اساس طرح فعلی، داشتن 6 سال سابقه فرماندهی عالی نیروهای مسلح یا داشتن درجه سرلشکری و بالاتر میتواند شرط نامزدی در انتخابات را تضمین کند. یک فضای گفتگوی از موضع قدرت به عزت با خارج رو میتونم فراهم کنم. حسین دهخان، فرمانده نظامی ارشد سپاه و مشاور آیت الله خامنه ای در صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح، از اولین نظامیانی بود که چند ماه پیش برای شرکت در انتخابات پیشرو اعلام نامزدی کرد. فصل مناقشات جدال سیاسی در کشور تمام شده. فکر میکنم جریان سیاسی امروز به این عقلانیت رسیدن که اون چیزی که مهم است پیگیری خواستهای مردم قبل از پیگیری خواستهای حزبی و گروهی. طرح پیشنهادی نمایندگان برای تغییر قانون انتخابات آبان ماه به تایید رسید، اما 72 رأی مخالف هم داشت.
مخالفان این طرح میگویند به نظر میرسد این تغییرات بیشتر به منظور تأثیر گذاشتن بر انتخابات پیش رو در سال 1400 طراحی شده باشد. از جمله علی صوفی، وزیر تعاون دولت محمد خاتمی که گفته این طرح در صدد حذف جمهوریت نظام است. با شرایطی که اینها در کشور حاکم کردند و انتخابات آزاد را در انتخابات 98 کنار گذاشتند، نشان دادند مشارکت حداکثری را نمی‌خواهند و اعتنایی هم به مردم ندارند. جزئیات طرح نمایندگان مجلس 11 در حالی بررسی می‌شود که تنها حدود 6 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی است. این طرح تنها در صورتی شامل انتخابات سال 1400 خواهد شد که مورد تایید نهایی شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. ریحان مظاهری، بی بی سی. سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از هلسینکی فنلاند با ما هستند. خیلی خوش آمدید آقای آگنجی. یکی از مواردی که بحث برانگیز شده مسئله نامزدی نظامیان در انتخابات بعدی. فکر میکنه که چرا کلا نظامیان این ابراز تمایل رو میکنن که در این عرصه هم وارد بشن؟ در حال حاضر خودشون قدرت زیادی دارن در ایران. ببینید، ما باید این رو در نظر داشته باشیم که حضور نظامیان یک بحث سیاسی در انتخابات که حتی آیت الله خمینی با این مخالفت صریح داشتن و گفتن که اگر که زمانی که نظامیان حضور پیدا کنن باید فاتحه نیروهای نظامی رو خوند، یا حتی در ماده 40 مجازات نیروهای مسلح اومده که حضور نظامیان و مشارکتشون ممنوع است. اما دلیل حضور اونها به دلیل اینه که میخوان قدرت رو، یعنی تمامیت قدرت رو در دست بگیرن و کشور رو تبدیل کنن به، یعنی اختناقی رو در کشور به وجود بیارن و کشور رو تبدیل کنن به کره شمالی دیگری. سیاستی هست که جریان تندروی حاکمیت داره پیگیری میکنه و گزینه‌هایی رو هم که داره از بین نظامیان هست و این محدودیت‌هایی که در اصلاحیه قانون انتخابات ایجاد کردن به همین دلیل است که بتونن فقط نیروها و گزینه‌های خودشون رو با مشارکت اقلیتی وارد حالا جایگاه ریاست جمهوری کنن، همون جور که نیروهای نظامی رو وارد مجلس کردن. اشاره کردید که این بحث سیاسی برای انتخابات، این مجلس وقتی که بر سر کار اومد قرار بود که هدفش این باشه که در واقع شعارش این بود که مسائل اقتصادی رو حل بکنه، چرا الان وارد این مسئله سیاسی شده؟ هدفش چیه؟ این مجلس عملا فقط به دنبال این هست که قدرت سیاسی جریان حاکم خودش رو افزایش بده، یعنی جریانی که حاکم در مجلس هست، نیروهایی که متشکل از بخشی از اصولگرایان تندرو، جریانهای تندرو یا جریانهای وابسته دیگر هستن، اینها به دنبال این هستن که محدودیت قدرت برای جریانات دیگه مثل جریانات اصلاح طلبها، برای جریانات دموکراسی خواه و جریانات دیگه ایجاد کنن و تمامی قدرتی رو که در حال حاضر در نظام سیاسی ایران هست رو به دست بگیرن و لزومش هم این بود که اصلاحیه قانون کنن. در اصلاحیه قانون هم شروط سنی رو در نظر گرفتن که نتونن گزینه‌های دیگه در انتخابات شرکت کنن، هم اصلاح کردن که نظامیان اجازه حضور دارن و این برخلاف اون موازینی که حتی هست که خودشون اوایل انقلاب مد نظر داشتن و حتی برخلاف نظریاتی هست که آیت الله خامنه‌ای گفتن در مورد بحث حضور جوانان در عرصه‌های سیاسی. در اصل میشه گفت که تمامی اهداف این اصلاحیه قانون انتخابات در جهت این هست که محدودیت رو ایجاد کنه و گزینه‌هایی رو که خودشون مد نظر دارن وارد حوزه‌ای سیاسی کنن و هیچ گزینه دیگه رو اجازه حضور ندن، همون جور که در انتخابات مجلس این کار رو انجام دادن. آقای آگنجی، یکی از مسائلی که مخالفان مطرح میکنند اینه که این طرح تلاش میکنه که آقای قالیباف رو به مسند ریاست جمهوری برسونه. فکر میکنید چقدر این مسئله مطرحه؟ کوتاه لطفا. نکنید آقای قالیباف یکی از گزینه‌های اصلی این جریان هست برای حضور، هرچند که سعید محمد فرمانده خاتم الانبیا و حسین دهقان وزیر اسبق دفاع رو هم گزینه قرار دادن، اما قالیباف به دلیل اون وجهه و اون اکثریتی که در مجلس داره تمام این اهداف رو داره پیگیری میکنه و کسی هست که حمایت مشتبه خامنه‌ای فرزند رهبر ایران و همینجور بیت رهبر ایران رو پشت خودش داره تا بتونه وارد انتخابات بشه و جایگاه ریاست جمهوری رو بگیره. ممنونم از شما سعید آگنجی، روزنامه‌نگار از فنلاند با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. مقررات سختگیرانه برای مقابله با گونه جدید ویروس کرونا در بریتانیا بسیاری از خیابان‌ها را خالی کرد و برنامه زندگی 21 میلیون نفر در آستانه کریسمس به هم ریخت.
دو پست مهم در دولت افغانستان به دستور اشرف غنی حذف شد. ارگ ریاست جمهوری دلیل این تصمیم را اعلام نکرده. انفجار در غرب کابل 9 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت. خان محمد وردک نماینده مجلس در میان مجروحان حمله است. وزارت داخله گفته که این انفجار با استفاده از یک خودروی بمب‌گذاری شده صورت گرفت که در محل پارک شده بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. هوای صبح کابل گرفته بود. اما هوای دل مردم گرفته تر. با انفجاری که باز هم از غیر نظامیان قربانی گرفت. در منطقه مسکونی اسپین کلی. خودروی مملو از مواد انفجاری زمانی منفجر شد که کاروان نماینده مجلس از آنجا عبور می‌کرد. صدایی که تا کیلومترها دورتر شنیده شد و به ساختمان‌های اطراف صدمه زد. سرم زخمی شد، موتورم با کلی تخریب شد. اصلا نفهمیدیم چه رقم شده. یک حالت بود که کس با کس هیچ دود و غبار بود که کس کسی رو نمی‌دید. آتش این انفجار دل بسیاری را سوزانده. دست کم 9 کشته و 20 زخمی در اولین ساعت پس از انفجار. یک تو بچه مون است، یک تو میمونم. چی میخوای؟ چه میخوای؟ از اشرف غنی کار میخوام که نمیتونه اینو کنه که خور غریب پایمال شد. شبیه بیشتر رویدادهایی که پس از امضای توافقنامه آمریکا و طالبان رخ داده، در مورد این حمله هم هیچ گروهی مسئولیت را به عهده نگرفته. پایتخت در روزهای اخیر شاهد ناامنی‌های زیادی بوده، خصوصاً انفجار مین‌های مغناطیسی و قتل‌های هدفمند. اما در 11 ماه گذشته کمتر انفجاری با خودروی بمب گذاری شده در کابل اتفاق افتاده. هرچند حملاتی مشابه در ولایات خاموشی نداشته. صبح در شرق و جنوب کشور هم با انفجار روشن شد. در ننگرهار یک خودروی پلیس در ناحیه اول با مین مغناطیسی منفجر شد، یک پلیس کشته و 2 نفر زخمی شدند. در هلمند اما یک خودروی بمب‌گذاری شده که قصد حمله به یک پاسگاه سربازان ارتش را در ولسوالی ناوه این ولایت داشت، قبل از رسیدن به هدف شناسایی و نابود شد. 2 سرباز در این رویداد زخمی شدند. در حدود 4 ماه گذشته با شروع مذاکرات میان دولت و طالبان، خشونت‌ها برخلاف انتظار افزایش چشمگیری داشته. طالبان در جریان 3 ماه اخیر با انجام 35 حمله انتحاری و 507 مورد انفجار ماین‌ها، متاسفانه 487 تن از هموطنان ملکی ما را شهید و 1049 تن دیگر مجروح نمودند. هرچند گروه طالبان همه این موارد را به عهده نگرفته، اما نقد آمریکا از سطح بلند خشونت به سوی هر دو طرف است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان یک بار دیگر از دولت و طالبان خواسته که سریع‌تر به یک توافق سیاسی برسند، توافقی که قبلش برای مردم سراسر رنج و خون بوده و بعدش همچنان در حاله ای از ابهام و نگرانی است. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. دولت افغانستان پست‌های سخنگویان همه ولایت‌های این کشور را لغو کرده و از والی‌ها خواسته بعد از این خودشان با رسانه‌ها صحبت کنند. بر اساس این تصمیم سخنگویان ولایات به عنوان مدیران روابط عامه مسئولیت‌های از قبیل جمع‌آوری اطلاعات، تنظیم نشست‌های خبری و تنظیم صفحات اجتماعی را خواهند داشت. بیشتر سخنگوی والی تخار متهم شده بود که درباره آمار کشته شدگان یک حمله هوایی ارتش افغانستان به مسجدی در این ولایت اطلاعات نادرست ارائه کرده. نرگس مهمند سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محل افغانستان از کابل با ماست. خانم مهمند خیلی خوش آمدید. یک مسئله که هست اینه که دسترسی به سخنگوها قبلا هم برای روزنامه‌نگاران سخت بود، چه برسه به الان که باید در واقع با خود والی در تماس باشن. سلام به شما، سلام بیننده عزیز، امید صحتمند باشین. طور که موضوع شما هم یادآور کرد شدین که بعد از اطلاع رسانی به خاطر بیشتر و خوبتر و موثرتر اطلاع رسانی
با اساس هدایت رئیس جمهور بعد از دی بیشتر اطلاع رسانی از طریق والی سیبا میشه و سخنگویای ولایتی فقط هماهنگ کننده در بین والی ها و رسانه ها و پیشبرد موضوعات نشراتی میشه. خب این حکم سری رئیس جمهور بوده و انشالله که به این شکل ما بیشتر و خوبتر بتانیم از طریق والی سیبا موضوعات بیشتر به رسانه ها برسانیم. ولی آیا این به معنی کاهش اطلاع رسانی نیست؟ حالا ممکنه کیفیت اطلاع رسانی شاید بهتر بشه ولی کمتر نمیشه با توجه به اینکه خب والی سر شلوغه و مسائل خیلی زیادی داره که بهش رسیدگی کنه. خب به امیدی که انشالله در روند اطلاع رسانی هرچی بیشتر شد و ما هم در صددی استم تا حداقل ما روند اطلاع رسانی را موثریتش و خوبیش و کیفیتش را دیگه هم بالاتر ببریم. بله. و مسئله دیگه که هست این مسئله که در واقع والی باید بخشی از وقتش رو اختصاص بده به اینکه کلن بخواد اطلاع رسانی بکنه در مورد این مسائل، در کار والی اخلال ایجاد نمی کنه؟ خب یک طرز العمل مشخص است که در این زمینه هم انشاءالله بعدا هم امرای شما در جریان گذاشته خواهد شد که بیشتر ما میخواییم والی سایبا و همچو کسانی که در صده بالا وزارت خانه ها و ادارات کار میکنه بیاین و از کارکردهای خود بیشتر با مردم پاسخگو باشن. و من جواب سوال اولمو نگرفتم چون قبلا هم همونطور که گفتم سخنگوها هم خیلی به سختی در دسترس بودن. الان چه تضمینی هست که والیها صحبت بکنن با روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و اطلاع رسانی راحت صورت بگیره؟ خب ما نهایتاً کوشش میکنیم که بعد از این انشالله با حکم رئیس جمهور به اساس که حکمی که رئیس جمهور کردن گفتن با مو اساس انشالله پیش بریم. پس تضمینی وجود نداره؟ خب با امیدی که انشالله و ما کوشش خدا میکنیم. و به نظر شما این تصمیم خیلی تصمیم عجیبی نبود که کلن تمام سخنگوها اصلا پست سخنگو حذف بشه؟ چون به نظر دلیلش این هست که سخنگوی ولایت تخار اطلاع رسانی اشتباه کرده، حالا اشتباهی پیش اومده ولی اینکه به تبعش تصمیم گرفته بشه که تمام این پست ها حذف بشه به نظرتون خیلی عجیب نیست؟ امی واضح شما اجازه بتین من وضاحت بتم که پوست سخنگویا حذف نشده، سخنگویا در جای خود است، بس سخنگویا حفظ است، فقط در لایحه وظایف شان یک کمی تغییر آمده ای که بعضی از مسئولیت ها، یکی از مسئولیت عمده که به عهده سخنگویا بود پاسخگویی در مقابل رسانه ها بود که این مسئولیت شما ما برگشتانیم با والی ها و کارهای دیگه مرتبطی که قبلا هم در لایحه وظایفشان ذکر بودن، یکی از وظایف عمده نشراتی را پیش می بردن، او مسئولیت هایشان مثل قبل به مشکل ادامه داره. متشکرم از شما نرگس مهمند، سخنگوی اداره مستقل ارگان های محل افغانستان. ممنون از شما که همراه ما هستید.